نبض زندگی درون های تخت دود جاریست، کل این قفس تمامه. ناصر رویان هستم، فارغ التحصیل پوهنتون کابل از زمینه هنر موسیقی و از سال 90 به این سو فعالیت دارم در زمینه هنر موسیقی. اصل رشته‌ای که از پوهنتون فارغ شدم، از بخش آهنگسازی فارغ شدم. ساز اصلی را که می‌نوازم پیانو هستم و به صورت فرعی و کردکی گیتارم کار میکنم در پلوش. در مدت بعد از فراغت بیشتر الا 10 الا 15 قطعه بی کلام کار کردم. یک تعداد قطعات با کلام ساختم که ممکنه به لحاظ ضبط از کیفیت بالای برخوردار نباشه، ولی از لحاظ فرم و ساختار دارای معیارهای خودش هست. رهسپار شدن در عرصه هنر یا موسیقی یک ناخودآگاه بودن، برای من آگاهانه نبودن، یعنی یک علاقه درونی بودن و نه نگاه درآمدزایانه بودن و نه نگاه شهرتمندانه. در جامعه حاضر موزیسین به هیچ وجه نمیتونن کسب درآمد کنن از راهی که مرتبط با رشتهش باشه، یا باید گردانندی برنامه های عرصی و مراسم های تفریحی باشن، و یا باید حرفه جدایی داشته باشن، یا بزنس کنن، یا در یک عرصی کاملا مجزا فعالیت کنن، کار کنن، در اداره، در دیگه ساخته. موسیقی موجود و وضعیت موجود شکل تولید صنعتی را به خودش دارن، یعنی از فضا یا نگرش هنری بسیار دور شدن کاراکتر تولید کننده برش. چرا؟ چون کسب درآمدش، مسیر درآمدش از ابعاد تفریحی است، از مراسم ها است، پس او مطابق به سلیقه و ذوق اهالی میبینن که مراسمش با کدام نوعیت ها برگزار میشن و دیالوگ درون مراسم ها و برنامه های تفریحشان چیست. هنرمند رسالتمندی واقعی، هنرمندان واقعی همی هستن که اگر میخواین واقعا در زمینی تولید آثار هنری کار کنن، باید با شرایط فقر بسازن و با تمام نابسامانی و تنگ دستی ها بسازن، ولی روی تولیدش جدی باشن و اون زمان میتونن تولید داشتن. برف تنها یک بهانه است، برگ بی جان است، من در این پیراهن تنهایی های خواب، هر کجا که می روم دیوار و زندانم، هر کجا که می روم دیوار و زندانم. مفهوم خوشبختی چرا در روزهای ما نیست؟ ترس از تمام لحظه ها در این نگاه ما نیست. زخم گذشته های من در اوج التهاب است.